به نام پروردگار هدایت کننده به راه راست. سلام. اول و آخر همه چیز هدف. وقتی هدفی نداری زندگی تو رو به هر جایی که دلش بخواد میکشونه. ما مافیا بازی میکنیم تا یاد بگیریم بدون هدف راه به جایی نخواهیم برد. به مسابقه شهروند و مافیا خوش اومدید. سلام آقا، من دیگه از این پشت صحنه واقعا خسته شدم. خسته شدیم از این دکور، تکراری شده دیگه. باید پشت صحنه و دکور خودمو بسازم. یه رفیقم دارم با همین چوبایی که براش آماده کردم قراره یه دکور خفن و جذاب بزنه. بابا سلام. سلام چطوری علی جان؟ ببین تو که کار طراحی استادی دیگه تو این کار، من اینا رو برات آوردم، این چوبا رو. یه دکور میخوام بزنم 350 متر، 10 تا صندلی با یه موب. شوخی میکنی با همینا؟ آره حالا یه همچین دکوری. آره دیگه، چه مشکلش چیه؟ آ میخم میخواد، راستی میخم دارم، میخم برات میارم. ابزار میخواد، ابزارم دارم، اونم برات. شبکه نسیم مسابقه شهروند و مافیا فصل سوم، شانس مجدد برای راهیابی به مرحله 1/4 نهایی. با ما همراه باشید. ببینیم چه کسایی راه پیدا کردن برای شانس مجدد 1/4. آقایون ماسکاتون رو بیارید پایین. سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان. امیدوارم از شانس مجددی که در اختیارتون قرار گرفته نهایت استفاده رو ببرید. براتون آرزوی موفقیت دارم. سلام میکنم به گروه محترم داوری، آقای پدرام صادقی و مهمون عزیزمون. امیدوارم خوب و خوش و سر حال باشید. میریم سراغ دور معارفه. آقایون صحبت میکنن 15 ثانیه بدون چالش. شماره 1 بفرمایید. به نام خدا. سلام بچه‌ها، اسم من هومان، خوشحالم باهاتون بازی میکنم. من شهروندم. 6 تا شهروند تو این بازی هست، هوای منو داشته باشه. منم قول میدم بهترین بازی شهروندیمو امروز انجام بدم. از نظر من 7 مافیاست. بچه‌ها یک، به نظر من با این دیالوگ شهروندیشو نمایان کرد برای بقیه شهروندا. بفرمایید. سلام بچه ها، من فرهادم، از مراغه اومدم. خیلی خوشحالم که باهاتون بازی میکنم. حس خوبی ازت گرفتم. به نظرم سه ناتوی بازیه. این فیلینگو دارم، این حس رو دارم. شماره 5 هم قطعی شهرونده به نظرم. بفرمایید. سلام دوستان، امین هستم. خیلی خوشحالم باهاتون بازی میکنم. معارفای جفتتون رو دوست داشتم. به نظرم میتونید شهروند باشید. من هم شهروند بازیم. تا شهروندی به من نگو ناتو، چون من شهروندم. به نظرم فرهاد پارسا تو این بازی قطعی مافیا بازیه. بچرخ. بفرمایید. به نظرم اگه مافیاست خوب در رفت، لیس خورد. هر واکنشی نشون میداد بازی تو معارفه منجمد میشد همونجا. سلام رفقا، خشایارم. خیلی خوشحالم دارم باهاتون بازی میکنم. به نظرم که تیکای شهروندی منو شهروندا باید از وسط بردارن، اینقدر که شهرونده. قبل من به نظرم چیز خاصی نیست. اگه یه دونه مافیا باشه به نظرم امینه. امین واسه میذاره مشکوکه. فکر نکنم بین یک دو مافیایی باشه. حالا برای آینده فرهاد که امیدوارم فردا مشخص بشه. بچرخ. بفرمایید. آقا سلام، فرهادم، خوشحالم دارم. ببین اصلا یه چیزی بگم، اگر بین 3 و 4 مافیا نباشه من اومدم این بازی رو ببازم. ببین شماره 3 تو میگی براینده اونا رو دوست داشتی دیگه. براینده اون بوده که فرهاد پارسا قطعی شهرونده. چرا به فرهاد پارسا میگی مافیا؟ گفتی فرهاد شهرونده دیگه. این رفیقمون مشکوکه، خشایارم مشکوکه، خشایارم. متشکرم. نفر بعد اینجا بگردید دنبال مافیا. آقا سلام رفقا، ارسلانم. خیلی خوشحالم که تو جمعتونم از شهر زیبای اصفهان. ببین شماره 3 داداش، یک نفر بلند شده به تو گفته ناتو پنجره شهروند کرده، معارفشو دوست داشتی داخل بازی قط مافیا. کسی که بهش گفته شهروند تو که مشکوکی. شماره 4 خشا، تو یه اتهام ساده زدی بهش. از نظر من اتهام نزدی داخل بازی، بین اونا مشکوک. بفرمایید. مافیا بازی کردی؟ کم بازی کردی. ببین الان اینا یه سری نقش بهشون دادن، الان اینا مافیا هم همدیگر رو نمی‌شناسن. یه نگاه کن ببین میتونی حدس بزنی مافیا کیه؟ سلام بچه‌ها، من شهروند هستم. یکرات تا ایشالله بازی خوبی باشه. نکته اول این که بازی ناجوامردانه، چون خیلی مشخصه من شهروندم. آیه فرهاد، به نظر من بین 3 و 5 مافیا نباشه من این بازی رو می‌بازم. شما میگی چون اون حرف زده گفته به نظرش 3 ناتو بازیه، چون اون گذاشته رو شهروندی. این به شما بگی شهروند، شما نباید اتهام بزنه.
شما که مشکوکی سر مشکوکی اینجا مافیا هست، بین این سه تا به نظر من قطعی مافیا هست. متشکرم. ولی خیلی مشکوکی، این حرف نمیشینه تو روز ما. بفرمایید. رفقا سلام، من آرشم، خوشحالم باهاتون بازی میکنم. من شهروندم تو این بازی، دکتر لطفا منو نجات بده. ببین آقای شماره دو، یه استدلال داری مشکوک بودن تو، فهمیدی پنج به نظر شهرونده، بعد بذاری روند بازی ببینی چی میشه، کی اتهام میکنه، کی حمایتش میکنه، از روم بازی رو در بیاری. تو مشکوکی، ببین شماره سه یکی بهت گفته ناتو، تو به اون توضیح میدی، موضعتو میاری پایین، بعد یه اتهام میزنی به پنج. این استدلال تو، استدلال پنج. متشکرم. نفر بعد. همسان امیرآباد شهرمونم، خیلی خوشحالم دارم باهاتون بازی می‌کنم. به نظرم یک شهروند، شش شهروند، هفتم شهروند. ببین شماره دو، شما نمیتونید یک نفر رو صحبت نکره قطعی شهروندش کنی. میتونی بهش بگی شهروند تا صحبتاشو بشنوی بعد برسی به شهروندیش دیگه. به نظرم شما مشکوکی. بین 3 و 5 هم قطعا یه دونه مافیا نشسته. فردا شهروند فقط با من بازی می‌کنه، تارگت من میره. نفر بعد. فکر کنم این شماره 9 شیاده. 9 شیاده؟ بله. گفتی کم بازی کردم، با نقش میگی؟ من همه چیو میدونم، یه طراح دکور همه چیو میدونه، خیالت ریز. شماره 8 گفته شماره 2، تو نمیتونه سی به یکی که حرف نزده بهش بگی مافیا. نفر دوم چیکار باید بکنه؟ شماره 9. سلام بچه‌ها، علی ام از شهر زیبای بابرسر. این من براینده تو رو دوست نداشتم، نمیدونم چرا. یه جای خاصی سوار موچی، کلا برایندت یه اجماع کل شهر بودی، چیز خاصی از خودت ندادی. تو خیلی مشکوکی. آره، جنگ بینه 2 و 3 اینا فردا جذابه. 2 و 3، 3 و 4 اینا جذاب. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. رئیس مافیا از خواب بیدار شد. شماره 4 ناتو، حرکت های اضافه شماره 4 شیاد. معرفی میکنم رئیس مافیا ناتو شیاد. کاش این بازی بود. این همین بعده شماره 2 کسی بود که معارف از دست بقیه در گروه مافیا بخوابن. از یار شدن با شماره 4 خشایار جنگجو و شماره 9 امیر خیلی خوشحال شدم، اصلا عالی بود. محقق بخوابه. کاراگاه بخوابه. پزشک بخوابه. پاسپورت بخوابه. و روی این تن شهرمون بخوابه. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. ویکتور صحبت میکنید، 25 ثانیه با چالش از شماره 1 بفرمایید. شماره 7 من صحبت کنم. شماره 10 تو اگه شهروند باشی باید این بازی رو ببازیم. به نظر من تو، من اینو رو 10 نفر امتحان کردم. شروع صحبت راجع به نفر قبلی ته، بعد میگه یه جنگی بین 2 و 3. آقا اون یه مکافی به فارسی چی میشه؟ یه اتهام شانسی زده به شماره 3. حالا شاید فردا ازش دنده عقب بگیره بهش اتهام نزنه. متشکرم. خیلی تو عجیبی. حالا یه چالش بگی شاید ازش دنده عقب ببینید. نمیدونم. بفرمایید نفر بعد. تاییدای شماره 4 و 9 رو ببینید. آخ. من چالشمو دادم صحبت کنم. ببین من خودم می‌خواستم واسه شماره 10 استدلال داشتم. اگر با استدلال موج سواری به 9 تارگت می‌زنی، 6 هم خب همین کارو کرد. علنا حرفای 5 رو تکرار کرد. ولی بجز من 5 تا لایک اومد بالا. تایید اومد بالا. کیارشه مثلا سه هم تأخیری داد. مشکوکترین فرد معارفه به نظر من سه بود. امروز باید ببینیم چند تا اتهام میخوره. چالش تو حتما ببرم. متشکرم. نفر بعد. که من که نمیتونم الان دکور بزنم. چرا نمیتونی؟ خب چه جوری؟ کار شروع کنی. کار منو عقب ننداز. برو آفرین. برو چالش میدم به 6 صحبت.
صحبت کنم. داداش از نظر من تو سه تا استدلال داخل این بازی داری. با چیه براینده اون حال نکرد داخل بازی؟ بین شهرونداش مافیا داری، اون که بلند شده گفته بین دو و سه مشکوک که تو میخواد طرف بگیره داخل بازی، ولی تاییدای روز یک بازی رود زیاده. میخوام سوال پنجم یادم رفت. بفرمایید. ترمز نشو اگر شهروندی، ازت مافیایی نمیگیرم. به نظرم یک شهرونده، من شهروندم، خشایار شهروندی، شیش شهرونده، هفت شهرونده، نه شهرونده، هرچی از بین سه، پنجه، هشته، دهه. هشته ببین چی میگه. هشته میگه آیه شماره دو، تو رسیدی به شهروندی اون. به چه استدلالی؟ من به چه استدلالی رسیده بودم به ناتوی این؟ مشخص بود سناریوی. متشکرم. بفرمایید. چالش واسه شماره هشت بعد از من صحبت کنه. تو شهروندی، منم شهروندم، 6 و 7 و منم با هم شهروند دارم، توی معارف 9 هم شهروند داشتم. ببین بین خشایار و فرهاد توی این بازی مافیا نباشه، من الان دارم جلو دوربین میگم، من دیگه مافیا بازی نمیکنم. ببین آقای فرهاد اونجا تو اصلا چرا به خشایار اتهام زدی؟ این تو ترنش به من گفته بود مشکوک این دوتا رو شهروند، تو خودت این دوتا رو اتهامی نداشتی، به من گفتی مشکوک به خشایارم اتهام زدی. بین این دوتا آقای خشایار من چرا مشکوک بودم؟ اینجا مافیا نشسته. ببین آقای شماره دو، من استدلال با صدا آوردم دیگه، این داداشمون هم بعد من دقیقاً همونو تکرار کرد. تو اگه با این استدلال مشکل داری، نو چرا نمیری تو این بازی؟ قربون داد چرا نو شهرونده من مافیام با این استدلال؟ تو که به نظر من مافیایی، تایید سریع که داره راجع به 10 میده خیلی مشکوک، 10 استدلال داره، 10 مثلا میگه بین 2 و 3 تو معارف مشکوکه، خب 4 گفته دو شهرونده مثلا یه اتهام ریزی به سزا به 4 باید. متشکرم. بفرمایید. چالش هم برای آقای شماره 10 بعد از من صحبت کنه. شما دوتا به هم دارین اتهام میزنین، تهش میگی خشایار مشکوکه. چرا خشایار مشکوکه تو روند بازی؟ بین من و هیچ کسی تو این روند بازی مافیا نیست. این اولین مورد. اگه قرار طرفتون با هم در میاد، بسم الله پاشین همدیگه رو گردن بگیرید. ببین آیه شماره 8 خیلی واضح بود که آیه شماره 2 یه اتهام زد با تله، یه حمایت کرد با تله، تو بلند شدی خورده رو گرفتی، چرا پلیر رو حمایت کردی؟ بازی صحبت کنه. چالش. متشکرم. چالش. اصلا که شما با سوال بپرسین از این تله‌ای که انداختی چی درآورده؟ چرا هیچی از این تله ای که انداختی در نیاوردی؟ این تله شش تا شهروند در آوردی. این رفیق اون باید به تو میرسید. چرا؟ چون شما برگشتی گفتی تو سه تای ما مافیا در میاد، ایشون شما رو شهروند کرده، نه یه اتهام به من زده، نه یه اتهام به ایشون. چیکار کرده؟ کل حرفای شما رو کپی پیست کرده گفته، درسته؟ متشکرم. یه تله هم میتونیم بسازیم از این چوبا، بگیم یه تله هم از اضافه‌اش بسازه، بندازیم سه تا مافیا رو بگیریم. چالش هم برای خشایار صحبت. حالا آیه 8 گفته یه تله‌ای که این انداخته رو اصلا حساب نکرده، تله رو بهش اتهام زده، الان توی چالشی گرفته میگه تو چرا شماره 9 تو روند بازی نمی‌بینی؟ پس از نظر من 9 هم گذاشتی لای در استاد. به نظر من اونجا قطعی مافیا در میاد. آیه شماره 10 هم برای من مشکوکه. نفر بعد بچرخه. ببین خشای اون ستاره که نمیتونی با هم مشکوک داشته باشی، چون اون عملا تو معارف از صحبت‌های این استفاده کرد، به 8 اتهام زد. تو الان سهر رو خودت چی داری؟ سه داره میگه تو مشکوکی، من مشکوکم. تو اگه معتقدی که بین ماها جناح هست یا نیست، باید سهر رو در بارش اظهار نظر میکردی. بین سه خشایار، هشت، دو تا مافیاست. فقط تو اینا بگردید مافیا پیدا کنید. میتونه هومن و خودم و شما رو شیشه بعد فعلا. چالشو برمیگردونم به دو صحبت. ببین شماره سه داداش، یک نفر شماره یک بلند شده به تو اتهام زده داخل این بازی، درسته؟ یه دکو یه دونه لیست شهروند کردی، مسیر بازیشون فقط شماره ده بودن. نه به یک اتهام زدی که ده را اتهام زده، نه به ده خود ده اتهام زدی، بلند شدی فقط شهروند. سه که مشکوکه آقای خشایار، داداش تو میگی نوه مشکوکه، نوه که دو نفر قبل از تو بلند شدن بهش گفتن شهر، خشایار مشکوکه تو این باز. شماره دو استرسشو نگاه بکنی، علاوه بر اینکه اون جس مخصوص مافیا رو گرفته که نه استرسش معلوم شه و اینکه موزش بالا بمونه، ماسکشو هنوز نذاشته سر جاش. ببین داری اذیت میکنی ها. ببین نه شهرونده، چون من 6 و 7 شهروند دارم، کاری به اتهامش به خودم هم ندارم. دهه چی گفته نوبت معارفه؟ دهه میگه آیه 9 براینده تو دوست نداشتم. حالا بیاین ببینیم براینده 9 چی بوده. براینده 9 این بوده که منو مافیا داشته، اینجا دنبال جنگه بوده، گفته 3 و 5 هم دوست دارم دعوا کنم. تام که همین چرا دوست نداشتی برایندش؟ نفر بعد. واضحه. 9 صحبت. از دست جلو. این شماره 10 تا استدلال داره.
اولیش اینه که گفته برنده منو دوست نداشته، همون جایی که من دنبال مافیا داشتم میگشتم دنبال مافیا گشته. دومیش هم اینه که این همه تارگت خورد، اتهام خوردید شما، امروز پاشدید به من اتهام میزنید تو تر معرفت، تو روز معرفتون گیر کردید، میگه چرا اون گفته اینجا سه تا مافیا بین این سه تا مافیا هستش. بفرمایید شماره ده اگر شهرونده خیلی دلیل بردن تو چالشو میگیری، میگی به نظرم نه مافیا است. خب معرفی که گفته بود، اینم که چالشی نگرفتی تو بازی، برای چی گفتی دوباره نه مافیا است؟ این منو شهروند کرده باید به حرف نظری تو اتهام بزنه. ده مشکوک، شماره هشت تو میگی، شماره دو نه و ندیده انتخابی به تو اتهام زده، به نه اتهام نزده، باید این دوتا با هم دیگه یار باشن دیگه. یه دونه دلیلم بین سه چهار پنج یه دونه مافیا میتونه باشه. سه چهار پنج متشکرم. بفرمایید. علی لباس دومادی که نمیپوشی، لباس کاره، روز یک تموم شد، بیا دیگه. اومدم اسیر کردی من، اومدم. لباس پوشیدنش انقدر طول میکشه، دکور رو چجوری میخواد بزنه؟ سه بعد من صحبت کنه. ببین آیه شماره 4 تو میگی من با نه یارم، بعد به اون شهرونده دار، تو گفتی منو گذاشتم لادر دیگه، به اون شهرونده دارم میگم چرا یارمو ندید تو این بازی. خیلی عجیبه. این شماره 2 رو یه رأی بدید، یه دونه به من بدید، یه دونه به این رأی، شماره 2 بدید خلاصش کنید. این قطع این دو مافیاست. اصلا تو از این شهرونده که دروری به چه بندید منو 10 با هم مافیا داری تو این بازی؟ تو که به نظر من مافیایی. آیه شماره 3 کاوه حمایت نکن شماره 2 رو اگه شهروندی. متشکرم. نفر بعد یه رای بدید امروز 8 بیاد تو دفاعی، یه رای بدید 5 هم بیاد تو دفاعی. ببین آیا شماره 8 بذاری قطعی مافیای بازی، شماره 2 باید بگی ده شهر نمایان شهروند بازیت، دو سه نفر اونجا دارن اتهام میزنن، دهو سه چهار تا تایید اومده وقتی چالش گرفت هفته به یک اتهام زد. پس بین آیه فرهاد پارسا، آیه آرش، آیه شماره 1 و 10 پر مافیا. نفر بعد مشکلت چیه بابا؟ شماره 7 بعد من صحبت کنه. امروز هیچ کی امتیاز شهروندی شماره 10 رو نخریده، یک نفر پا نشده حمایتش کنه، بس 10 قطعی مافیاتونه دیگه. برای چی جنگاتون آخر همه جنگا رو امروز باید ول کنید شماره 10 بره بیرون دیگه؟ یه نفر پا نشده حمایتش کنه، بس قطعی مافیای بازی دیگه. امتیازش هم نخواستن، یعنی تیم مافیا نخواسته امتیاز شماره 10 هم بخره، خب معلومه رفته لادر دیگه. شماره 10 قطعی مافیای بازی، به هیچ جا دیگه اتهام نزنید. متشکرم. ببین شماره 8 من اگه جای تو شهروند بودم دروت نباید اتهام بزنی. دو روزه یک بازی پاشده 6 تا شهروند گفته، تو باید بهش اخطار شهروندی بدی، بگی با تو یه روز بازی می‌کنم ببینم خروجی چیه. تو فقط داری میگی 2 8 10 بینشون قطعه به شاید دو تا هم با هم. متشکرم. بفرمایید. بیا من الان لباس ابزار ندارم، هیچی ندارم، من چه جوری الان کار بکنم؟ ابزار نداری؟ بشین ابزارت هم میارم. ببین آی شماره 8 بین شهروندهای آی شماره 2 مافیایی داری؟ چون اگه این دوستمون مافیای بازی باشه قطعی توی تیم شهروندیش یاراش هستن. کسی رو مافیا داری این وسط؟ آیه شماره 8 از نظر من مافیاست. اینقدر مصرین رو گردن همدیگه باشین، به نظر من اینجا یه دونه مافیاست. بین 9 و 10 یه مافیاست، 8 قطعیه. بچرخه. بفرمایید. ببین الان شما شماره 2 رو چی داری؟ شهروند مافیا با تایید بعد نشون بده. کل برایندش که منم، درسته؟ اون شماره 4 چیه؟ گفته 8 مافیا تو رو گذاشته لادر. چرا مسئولیت به شماره 4 نمیخوره؟ گفته اینقدر 8 تا مافیا داره، از روی 8 تو رو پیدا کرده. گفته منم میتونم مشکوک باشم. تو چرا مسئولیت به شماره 4 نمیخوره؟ آقا نوعی که تموم شده از نظر من. من نمیدونم تو کلا متعجبی یا توی بازی متعجبی؟ متشکرم. و علاوه تعجب اومدی تو بازی؟ بفرمایید. میریم سراغ رأی‌گیری. رأی‌گیری برای شماره 1 2 سه. بیستید. شماره 3 3 بعد بیستید. 4 5 6 7 8 9 و شماره 10. بیا اینم ابزارت. ای بابا شروع کن. با اینا نمیشه کار زد. اینا چی آوردی؟ من با اینا بخوام یه دکور بزنم الان؟ آره دیگه، خوبه دیگه. بابا با اینا هیچ کاری نمیشه بکنی، من چه جوری با اینا کار بکنم آخ؟ اینا به درد نمیخوره الان، من با اینا هیچ کاری نمیتونم بکنم. دو نفر از خودشون دفاع میکنن، شماره 8 و 10. یک نفر راجع به شماره 8. دو نمیخوای؟ شماره 6. یک نفر راجع به شماره 10. بفرمایید.
ببین بچه شماره 8 تو مگه معتقد نبودی که 3 میتونه شهروند باشه نباید اونا حمایت کنه داخل این بازی؟ از نظر من که بین اینا قطعا به یقین تو این بازی مافیا نشسته، ولی با بیرون رفتن شماره 10 از بازی طرف شماره 9 شماره 7 من خودی که شهروندم در میاد، بین اینا مافیا نشسته. بفرمایید. من نمیخوای ببری با اون ببر دیگه، اگه به همین سادگی ببر بزن درست کن طراح هم، ولی وسیله میخوام افزار اینا رو من دادم دست این شماره 6 دکور رو تموم کرده بود تا حالا. به نظرم بین این دوتا مافیا نباشه و بازی رو ببازیم. ببین شماره 8 تو الان اعتقاد داری 3 و 2 با هم دیگه مافیان، چون به سم رده دیگه، مثلا 2 اتهام تو رو گفته به عنوان ناتو، 3 گفته خب بذار ناتوم داره یکی میکنه بیرون، من به عنوان شاید اونم از بازی خارج شدم. دوتا نمایش هست دفاع دوستان میشنم. توجه کنید در زمان دفاع حق هیچ گونه عکس العملی ندارید، بیستید شماره 8 بعد دفاع کنید. من به شماره 3 گفتم شهروند اجماع منو داره میگیره، بهش میگم الان مافیا. آیا شماره 3 مگه اعتقاد نداشتی 10 مافیای بازی با این تیم شهروند شما رو دو میخوای بازی چه بهش رأی 1 ندی قربونت برم ها؟ تو که به نظر من مافیا، من همچنان رو اتهام رو شماره 2 هم هستم. آقای خش شماره 4 میگی بین 3 و 5 یه مافیا، بین 8 و 9 و 10 هم یه مافیا، 8 مافیا قطعی است. خب اون که داره منو اتهام میکنه اونم راجع به لامزه نمیکنه، چجوری همچین زنجیره تو در میاری آخه؟ دفاع کنید بفرم. شهروند بازی من رأی نمید. شما هشت بچه من رأی دادی. مگه نمیگی دو مافیاست؟ دو پا شده منو تو دو نفر دیگر گفته من توشو میخوام سه تا مافیا در بیارم. تو چرا به من رأی دادی؟ شماره 8 که تموم شده مافیاست. استاد متوجه میشی شماره 9 مسیرش فقط 4ه. از مافیای 8 رسیده به مافیای 9. به 4 بلا نمیگه. تو رو شهروند داره. تو تمام فشار مافیای رو شماره 8ه. این 8 رو شهروند داره. فشار مافیای شما. متشکرم دو عزیز بیستید. شما به هم حق رأی ندارید. رأی گیری مجدد برای شماره 8 10 شماره 8 وصیت شماره 10 بشید. ببین به نظرم 4 مافیاس، بین 2 و 3 مافیاس، آیه شماره 7 هم قطعی مافیاس. تمام شد. اینم به نظرم شهروند، من وصیتش میکنم شهروندی، من رو فردا میخونه شهروند اول، فردا 7 میارین تو بازپرسی با شماره 2. متشکرم. شماره 8 ماسکتون رو سر جاش بذارید و پشت صحنه همراه باشید لطفاً. اگر شماره 10 بیاد تو بازپرسی خیلی خوب میشه، مطمئنم حداقل 3 تا شهروند بهش رأی خروج رو میدن. چطوری؟ اومدی بیرون؟ بله. چی بودی شهروند ساده بودی ها؟ ساده بودم، داشتم اینجوری اتهام میزدم. خوب داشتی بازی میکردی. چرا الان مچ میکنی وسط؟ ببینید خواهم یه دکور و صندلی برای طراحی کنم که سایز خودت بشه اندازه خودت. سلال خوب واسه 2 آوردم، واسه 4 تو مارو بودم. این متره چرا اینجوریه؟ اینو میخوام دور گردنش رو بگیرم. قربونی شدم قشنگ، روزای قربونی شدم. این 7 چرا به من رو بگیرم؟ نه گفتم میخوام اینو گردن خواستی بگیرید چند سانت تو چجوری؟ باش برو برو. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. محقق تحقیقاتت رو شروع کن. بخوابه. گروه مافیا بیدار شن. نقشه امشبتون چی آقایون؟ رئیس مافیا اعلام کنه. گروه مافیا بخوابن. شیاد بخوابه. کاراگاه بخوابه. نزش بخوابه. باسپورس برای شنیدن صحبت های بیشتر میتونید دو نفر رو به من معرفی. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. خداحافظی میکنیم با هیچ کس. درخواست اعلام وضعیت، یک نفر از دست دادین. یک مافیا نبوده، نبوده آقا، نبوده. بازپرس شهرمون دو نفر رو به من معرفی کرده برای بازپرسی شماره های 10 و 3. شماره 10 20 ثانیه. با
بازپرس بازی منو با اتهامم میآورد دادگاه، بازپرسی طرف بازی در میومد. من تک اتهام دارم، 9 و 2 روز میزنم. آقای شماره 7 ایشون شماره شهروند داره، اتهام میشه که شماره 8 شهروند داره به شما بلا نمیگه. شماره 10 به نظرت هفته الان شهروند میتونه باشه؟ دیروز رأی 2 داده با من و با 4 و با 2 شهروند کردیم بیرون. قطع به یقین دیگه بین 2 و 7 تو این بازی مافیا نشسته، اشتباه بود اصلا اون شهروندی که من گفتم. 20 ثانیه شماره 10. ببین بازپرس، من روی 3 هیچ نظری ندارم. بازپرس اگر 3 رو مافیا داره ملغا نکنه، اگر 3 رو شهروند داره ملغا کنه. شماره 2 دیروز یه تله انداخت، از تله خودش هیچ مافیایی در نیاورد، 6 تا شهروند در آورد. توی اون شهرونداش آقای شماره 8 هم بود که شماره 8 رأی خروج داده. شماره 9 بعد تو تله این چه جوری شهروند می‌شد؟ متشکرم. 20 ثانیه دوم شماره 3. ببین 3 نفر به تو دیروز رأی 2 دادن تو دفاعیت، یکی آقای شماره 9 بود، شماره 5 بود، یکی دیگه هم رأی 2 داد دیگه به شماره 1 بود. بین اینا یه دونه مافیا داری؟ 9 نمیدونم. امروز به من رأی ندید تو بازپرسی، چون من شهروند بازیم. میتونید به 10 رأی بدید سایت در طرف بازی در بشید. آقایون میریم سراغ خواب نیمروزی، لطفا ماسکاتون رو بزنید. بازپرس برای ادامه روند تایید، در غیر این صورت عدم تایید. آقایون خواهش میکنم تکیه بدید. برمیگردیم ماسکا پایین. دو عزیز بیستید. رأی گیری به اجبار از شماره 9. لطفا با دست خودتون آقایون شمارش کنید آرایی که بهتون داده میشه. شماره 9، شماره 10، 7، 3، 6. بشمارید رأیتونو. یه دونه دارید. شما 1-1. بفرمایید. 3، 10. شما 4؟ 3. مساوی 3. شماره 1، 3-3. آقا رأی‌ها رو بشمارید دیگه. شماره 1. الان 1 فاز رأی بده به 10. آره طرف بازی رو باید در بیاره، چون 3 منفعل تو بازی. 10. شماره 10 وصیت. من یه آروم شم. بله خواهش میکنم. بعد وصیت میکنم. نفس عمیق بکشید خواهش میکنم. من که شهروند بودم، بعد من طرف منو خون توی رأیای من دنبال مافیا نمیگردین. اول 9 میدین بیرون، بعد بین توی 54 دنبال مافیا میگردی. شماره 4 مگه بیسترون شماره 8 نرسیدی به 9؟ ها بین 54 که قطعی به یقین مافیا هست، بعد من فقط 9 میره بیرون. شماره 10 با طرف شهروند رقابت رو ترک میکنه. لطفا ماسکتون رو سر جاش بذارید شماره 10 و پشت صحنه همراه باشید. یه هنجارت رو بگیرم پاره نشده باشید. نه 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 درست. برو پشت صحنه، من بگم دکور رو بسازم. مگه میشه آقا؟ چرا نشه؟ شماره 5 بعد من صحبت کنه. ببین من که شهروندم، دیروز احتمالاً داشت شهروند می‌خورید، من گفتم ول کنید شما شهروند رو نخورید، من یه شهروند دیگه واسه خودم بخورم. مگه میشه همچین چیزی؟ خب منم سوار بر مرج شماره 8 تام کردم، میرفت بیرون دیگه. دو نفری که درباره گرفته بودن واسه شماره 8، من داشتم بهشون عدم تایید میدم، گفتم شهروند بازیه، برای چی دیروز رأی دادید؟ ببین خب این باشد اول من اتهام اینم مشکوک داشت، هیچ کس نمیاد بهش بگه شهروند. من فکر کردم مافیاست دیگه. من قطعی شهروند نفر بعد شماره 4 قطع به یقین مافیا بازی. امروز فقط رحمت خشایار رفت بفرمایید. یه شماره 4 تو بازی شماره 8 رو انقدر مافیا داشت که از 8 رسید به 9. 9 هم 8 رو شهروند داشت، هم راجع به شماره 4 اعلام بازی نمیکرد، پس 9 4 با هم مافیا. این شماره 3 رو خلاص کنید بره بیرون، امروز نمیتونه حرف بزنه تو دفاعیش، رأیاتون رو میکشید زیر اون میره. شماره 10 به شماره 8 اتهام میزنه، میخواد قوت بگیره. شماره 9 که دیروز اتهام اصلیش بوده اتهام نمیزنه. شماره 3 قطع به یقین مافیاست، بین خشایار و شماره 9 هم مافیاست. 1 من خودم و 9 رأی داریم، رأی شهروند مساوی شه. امروز مافیا باشیم نمیتونیم اتهام بزنیم. خلاص کنید شماره 3 رو بره بیرون، ببازم این بازی رو برگردون.
خب اگه سه مافیا دو تو بازپرسی بهش رای میدادی دیگه داداش، بچه تو بازپرسی به سه رای ندی، به ده رای ندی بازی خارج بشه. امروز آقا من اینجاییم که ببازیم، یه دونه شهروند با یه شهروند سای گرفته اون بازی خارج گذاشته، فقط گفته نو. بین اینا مافیاست، نو سه یک و پنج بین اونا مافیاست، قطعی امروز فقط نو، فقط نو بازی خارج بشه. وضعیت اون شهروند بود، متشکرم. منم که شهروند دیگه، من شهروند تو بازی خارج. چالش واسه شماره دو به هم برگردون. چالش داشتم، چالش داشتم. بشید. چالش شماره دو بفرمایید. من فرهاد و شهروند دارم. ببین شهرونده که رفته بیرون، سه تا مافیا که بهش رأی نده، سه تا شهروند رأیشو مساوی کنه، پس بین اونها مافیاست. داداش این رأی داده به یه شهروند، او کاری نکرد، باور دفاعی تو چه رأی خورجی داری؟ متشکرم. بین ندادی. نفر بعد. چالش واسه یک وارد بازیشه. ببین از نظر من که شماره سه مافیاست، اگر هشته رو بذاری شهروند چهار تا رای داشته از بازی خارج شده، بین پنج و نهی که بهش رای دادن امتیاز فرداشون رو داشته باشن برای دهه، یه دونه مافیاست. این از این. ببین شماره چهار تو اتهام رو بردی سمت شماره هشت، تو بازپرسی هم که به ده رای دادی پس دوتا جرم داری. امروز شماره سه از بازی بیرون میره. چرا؟ میگی دو میتونه شهروند مافیا باشه. بفهمی وسط من صحبت کنم. من خودم شهروندم نه، که خیلی معلومه شهرونده تو تا اتهامش تو بازپرسی بودن. نه از نظر من شهروند، فرهادم شهروند. فکر کن دیروز هشت شهروند رفته بیرون، ماها شهرونده گفتیم، اونم میدون دیدیم، ما مافیاییم دیدیم، اونم شهرونده دیگه. چرا باید دستمون رو کثیف کنیم؟ داداش دو تا شهروند خوردی رو من داری میگی؟ بفرمایید. من برای شماره 9 3 4 بینشون مافیاست. ببین آهای شماره 7 آهای شماره 2 اینجوری خودتون رو نمایان نکنید. من میشه بین کسایی که رأی دادید به یه شهروند رفته بیرون مافیا نداشته باشید، الان یه کله بخوای خلق کنی. منو بذارید شهروند، اونو بذارید شهروند. من اومدم رأی اونو مساوی کردم. باز اینجا رسیده دستم 2-2 کردم. رأی ندادم قطعی بره بیرون که 3-1ش نکردم. رسیده به من 2-2 کردم. پس اگر جفتش شهروند نیست چرا داری به من اتهام میذاری؟ میششینم زیر سه شهروندت. شماره 7 خشایار میخوام حذفت کنم. بفرمایید نفر بعد. دو تا شهروند رای دادی. 7-3-2 سه تا مافیاست. بعد به این نکته توجه کنن شهروندای بازی که هر چقدر هم اشتباه بازی کرده باشن واسه برگشتن دیر نیست. یه مسیر واضح دارن، شماره 9 وصیت شهروندی که بهتر از بقیه بازی کرده. شماره 7 قطعی مافیای بازیه. شماره 7 تو داشتی یه شهروند رو میدادی بیرون، من پاشدم تو رو حمایت کردم، بعد خودم به یه شهروند دیگه اتهام زدم داخل بازی. خب مگه میشه همچیزی؟ تو رو که شهروند داشتم به اون کسی که داشتید اتهام میزدی، من که دیدم شهرونده همین رو نمیدادم میرفتی بیرون. مسیر سمیه منم. نفر بعد. 7 با هم مافیان. قبل از من صحبت کن. ببین شما چرا با آقای شماره 7 اتهام نمیزنی؟ قربونت برم من نمیبینم اتهام بزنی شماره 7. تو توی وای نمیدونم، قطعه به یقین بین 7-2 تو این بازی مافیا نشسته. نمیدونم کدومه. اون آقا رو میبینی تو الان؟ من امروز تو نوبتت فقط به آقای شماره 5 اتهام بزنی. گفت نه نمیخوای اتهام بزنی شهرونده آقای فراد شان. یه رای برید به 2، یه رای برید به 7، یا 2-5 اینا بیان تو دفاعی. چالش دادم آقای شماره 1-9 از نظرت بازپرسه؟ پاشو 7 رو گردن بگیر تو روند بازی استاد. ببین اون اگر بازپرس باشه اتهامش 10 بوده، اینا آورده بالا. من امروز با آیه شماره 7 فصل رای میدم. آیه شماره 7 لایک و دیسلایک یه لحظه نده. تایید عدم تایید. یه لحظه تایید و عدم تایید نده. تو مگه بازپرسی استاد که الان تایید میکنی عدم تایید؟ متشکرم. بفرمایید. برگردون. صحبت کنم. زنجیره اینه. اگر اون دوستمون بازپرس نباشه، آقای شماره 9 مافیاست. یه دونه. آیه شماره 3 مافیاست، آیه شماره 1. روند اینه اگر اون بازپرس نباشه. اگر برعکس باشه فرهاد مافیاست. این یکی متشکرم. فرهاد مافیاست، هفت مافیاست. بفرمایید. بچرخ. من راجع به سناریو شماره 2-4 بگم که چرا روزه خوب بازی کردن، رأی دادن اون شهرونده بازی رو ترک کنه. اگه همون روز رأی میدادن ده بره بیرون، یه روز زودتر طرف شماره 9 در میومد. آقا نوبت منه. اصلا من ولش کن، جنگا رو ول میکنم. بین ما چهارتایی که رأی دادیم شهرونده بره بیرون، مافیا نشسته تو این بازی. یه رأی بدید 9 بیاد تو دفاعیه. ببین 9 امروز بیاد تو دفاعیه. من نمیدونم تو چی. یه شهروند رفته تو پارود رو 9 بوده. تو پارود رو 9 بوده از اول بازی. 9 اون خونده شهروند. تو باید بین 2 7 و 6 مافیا داشته باشی به تعداد زیاد. متشکرم. نفر بعد. 9 بیاد تو دفاعیه. زنجیره شماره 9 رو ببین، میگه 2-4-7 با هم مافیا. ستای مافیا اینقدر کوتاه فکرین که رأی دادیم به اینکه تو شهروند، تو میتونی روی شهروند برداری بریزی روی شهروند دیگه که اونم بازی. 9 که قطعه به یقین مافیاست. 5 میتونه مافیاش. 3 میگی چرا بین خودمون رأی ندی؟ من که رأی دادم خودم بهش.
بفرمایید. من صحبت کنم. الان دیگه لازمه که تمرکز کنیم. داداش فرهاد، من نگفتم اون سه تا مافیان. فرهاد و من قطعی شهروند دارم. منو بکن بیرون، من تو رو مافیا ندارم. میگم بین اونایی که خواستن رأی و مساوی کنن نمیتونه مافیا نباشه. شیطون بشه اونجا بخواد بازی کنه. استاد میگه من مافیام، اون مافیام، من مافیا باشم نمیذارم یاران با من رأی بدن. متشکرم. بازی میکنم. یه رأی بدین. نفر بعد یه چیز خوب میخوای با اینا، اینم کردی پله، بقیه‌اش هم توقع داری دیگه خود به خود ساخته بشه. هست با میاد. چی باید بیاد؟ کو میاد؟ کی میاد؟ کجاست؟ نمیگوکن داره داد میزنه. خب منم بعد مثل اینا عصبانی شم واقعا خیلی دیگه. فرهاد بعد از من صحبت کن. ببین آقا اصلا من کاری ندارم امروز بین دو سه و چهار حداقل امروز باید بگردیم دنبال مافیا. شما دیروز شهروند کردیم بیرون، امروز باید سه رو گردن بگیری. دیروز شماها رو شهروند کرده به 10 تارگت نزده، اونجا یه چالش گرفته، یهو ری کرده رو 8 گفته نه من اینو اینقدر شهروند دارم که فقط 8 مافیا. چرا شهروند هزارت بوده به تو که تارگت زده؟ امروز نمیدونم من با دست فرهاد خلاص نفر بعد کلم داره دود میزنه بالا. آی شماره 3 میگه بین رأی دعا بگردیم دنبال مافیا پیدا کنیم. شماره 9 قطعی مافیا است. من نمیخوام بین رأی دعا پیدا کنیم. بین 2 و 4 تارگت اتهام خلاص. اتهام. اینجا که پر مافیا است معارفه گفتم. من پوینت شهر. متشکرم. امتیاز. رأی گیری میکنیم. رأی گیری برای شماره 9 7 بیستید 6 5 4 3 2 بیستید 1. به نظرم واضح بود شماره 10 کاراگاه گفته بین رأی دو امروز نمیخواد دنبال مافیا بگردی. نو بدیم بیرون. خیلی عجیب و غریبه این سطح از گم بودن. دفاع نیمد شماره 9. شماره 9 دفاع نیمد. تمام شد. شماره 3 تک دفاع، یک نفر اتهام. آیه شماره 2 یک نفر حمایت. 3 بفرمایید. 4 شما چرا تو رأی گیری شرکت نمی‌کنین؟ میتونه این شهروند باشه. من از نظر من که مافیایی، ولی شاید بهت رأی ندم. ببین منو که نمیتونیم مافیا داشته باشین. توی بازپرسی کسی که با من جرم کرده رو خواستم بکشم، اونو نکشتم، اینو گره کنم دوباره متشکرم. بفرمایید حمایت کنید لطفاً. اتهام گرفتی بگی شهرونده. هم تو رونده بازی مافیایی، هم تو رونده بازی مافیایی، جفتتون با هم مافیایی. بین 7 و 9 یه دونه مافیاست تو رونده بازی. هم آقای شماره 2 مافیاست، هم آقای فرهاد. آقای دقیقه داد نزنه. این بازیکن شهرونده. تو 8 نفر تنهایی. متشکرم. شماره 3 بیستید و دفاع کنید. در زمان دفاع حق هیچ گونه عکس العملی ندارید دوستان. من با 3 نفر دیگه که نمیدونم نشون شهروند مافیا رأی دادیم شهرونده رفته بیرون. من گفتم 2 شهرونده تو 1 7 شهرونده 6 شهرونده 9 شهرونده. یارای من بعد خارج از شما باشن دیگه. یعنی روند شما شهروندا بزن. یارای من بعد بین خشایار آیفا فرهاد باشه. یکی مثلا من یار من باشه. متشکرم. امروز 8 رأی نمیده شهروندا. تو مطمئنن بین متشکرم. رأی نمیده تو 8 تا. رأی گیری مجدد برای شماره 3. شماره 3 وصیت. من که حذف شدم تو نازیه بینر شاد بشینه. خشایار مافیا بود. خشایار مافیا بود. بین آقای فرهاد و شما هم مافیا. وصیت. خدا صبر. آقا داره وصیت میکنه. مترش چرا میکنی؟ یه برو اون بر. آقا، آقای تهیه کننده، درگیری فیزیکی پیش میاد آخر سر. قراره دکور رو عوض کنیم. به شما چه ربطی داره دکور آخه؟ آقای صادقی برید تو لونتون. خسته شدم از این دکور قرمز همه داد میزنم. وصیتتون رو کردین آقا؟ بذار ببندم جمله‌مو. ببند. بذارید وصیت کنم. مافیای بازیه. دو هم احتمالاً مافیای بازی نه، من فراد پارسا های شهرم باشه. ببین شما رو یک واسه چی به من عدید رأی تاثیرگذار دادی به 10؟ اینا این مافیا هم باید باخت بهشون دیگه. فردا اگه تیر نشست خشایا رو بکنید. متشکرم. ماسکتون رو سر جاش گذاشتین. خیلی ممنونم.
خیلی ممنونم. پشت صحنه همراه باشید. چوب کمه؟ آره برای شما کم. باید بخری. بفرمید آقا. بیا بریم. گرفتار شدیم. گرفتار شدیم. خدا آخر اوقاتمون رو به خیر کنه. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. محقق، تحقیقاتت به کجا رسید؟ بخوابه. گروه مافیا از خوابی داشتن. نقشه امشب رئیس مافیا اعلام کنه. هفت مرس اوف. مافیا بخوابن. شیاد بخوابه. کاراگاه. کاراگاه که رفت. بخوابه. پزشک. محقق تحقیقاتش رو روی شماره 9 انجام داد. مافیا هم 7 که محققه رو زدن. اگر دکتر نجاتش نده 7-9 با هم از بازی خارج میشن. یک حق انتخاب. انتظار هر نجاتی داشتیم به غیر از این. با علام من روز میشه و شهر بیدار. شب عجیب غریبی بود دوستان. توجه کنید بدون هیچ عکس العملی دو نفری که صداشون میکنم میرن پشت صحنه. هیچ عکس العملی. شماره های 7 و 9 پشت صحنه همراه باشید. بفرمایید. درخواست اعلام وضعیت. 5 نفر از دست دادید. 1 مافیا، 4 شهروند. 1 دور صحبت میکنید. 25 ثانیه بدون چالش از شماره 5 به اون سمت. چالش ندارد. ببین بفهم. شهروندید یه مسابقه رو از دست میدید. فقط خشایار رو میکنید بیرون. قطع به یقین مافیاست. خشایار تک دفاع میاد بالا، تک دفاع میره بیرون. تو منو مافیا داشتی که نگه نبار زیر اون رای میکشیدی. به نظرم 9 محققی بوده که بافته به هفته خارج شده، چون هفته قشنگ داشت نقش یارفرزی این شماره سر بازی میکرد. رای انداختم اینو فهمیدم دیر بود. متشکرم. فقط نفر بعد خشایار از بازی خارج میشه. نفر بعد این وسط یه کاری میکنم. بفهم. صحبت کنم. تو روند بازی های شماره 6 شهروند، های شماره 1 شهروند، من شهروندم. تو رای دو تا شهروند بوده که به این دوستمون رای دادن. رای 1 های شماره 3 کیا بودن؟ بیاین بالا ببینم. رای 1 یک ندادی. تو قطعی مافیایی. تو رای یک کشیدی زیر این. تو رای دادی باهاش شماره 3 دیگه غرب و طرفت باهاش شماره 3 در بیاد. فرهاد شماره 2 مافیاست. نفر بعد بفرمایید. یه مافیا هم که شرکت نداشته تو رای گیری. این دو نفر مافیا. شماره 4 یه ریسک خیلی بزرگی کرد که به شماره 3 رای داد. میتونست رای نده، شب شلیکشو بزنه، فردا توی روز بازی رو تموم بکنه. ما بارها گفتیم این کارو باید اگر مافیا میخواد درست بازی بکنه انجام بده. چالش نداره آقا. چالش نداره. نه بدون چالش. بفرمایید شما. بد میشه چالش نداشته باشه. شهر میبازه. بد میشه. ببین امروز که فقط خشایار میره، ولی این قطعی مافیاست. این چرا باید رای میداد؟ این نباید رای. این مافیا قطعیش من بودم به این رای داد. آقا من با فرهاد پارسا میرم جلو. یا ته دره یا تو ببر بازی. تو کسی بودی که رأی شهروند رو مساوی کردی. من زنجیره مافیای منو نگاه. 3 5 8 10 4 تا شهروند. متشکرم. نفر من بعد من فقط با تو بازی میکنم. بفرمایید. من صحبت کنم. ببین مگه اونو قطعی نداری؟ چرا دیگه امروز داری منو با اون باکس میکنی؟ شما مگه این دوتا رو قطعی نداری؟ این قطعیه. چرا داری فرهاد رو باش باکس میکنی؟ به نظرم این دوتا جعبه. جعبه. به نظرم این دوتا با هم هم. دیگه چی کار باید بکنی دیگه؟ 3 تا شهروند خوردی تو. متشکرم. نفر بعد. هم 2 مافیاس هم 2 سیف داره.
امن تره. نه دو سیف امن تره که بلند شده گفته تو روز وقاحت تیم مافیا ممکنه من رای دو داخل این بازی ندم ها. بذار یه بار بازی تو رو مرور کنیم مثلا. یه دونه به 10 اتهام زدی، به 3 اتهام. خشایا تو که امروز میری داداش. خشایا که مافیاس حمایت گرفتی، رای دو گذاشتی. این دو تا با هم دیگه مافیاس بلند شده گفته میخوام بازی به ناتو بازم ها. بفرمایید. رای گیری می‌کنیم، رای گیری برای شماره 5 بیستید. صحبت نمیشه. 4 بیستید. 2 1 بیستید. 6 2 نفر از خودشون دفاع میکنن بدون درباره شماره های 4 و 2. شماره 4 دفاع کنید. من دفاع کنم؟ به من رأی نمیدی. به من رأی بدی بازی رو همینجا میبازی. این مافیاس، این مافیاس تو روند بازی جفت اینا با هم مافیان. من دیروز نه رأی یک به این ندادم، رأی یک به شهرونده ندادم، رأی دو دادم بهش. رأی یک رو نکشیدم، حمایتشو گرفتم، گفتم این شهروند از نظر من. غیر از من کیا رای دادن؟ یه مافیا خارج از طرف بوده. این دوتا مافیا دیگه. بیستید و دفاع کنید. بنویس این استدلالایی که میخوام بیارم و بنویس های نورایی. چشم. داداش میگم دوستان یادش. من که مافیا نیستم. یهو نکشین زیر من. هفته رو مافیا دارین. الان خشایا رو مافیا دارید. دوتا یار من روز یک تصمیم گرفتن موضع من رو برن تو جل. این گادفادر بود، چرا اینو نیاوردی؟ رئیس مافیا. این پدرخوانده بود، رئیس مافیا بود. امروز بکشین زیر خشایار. متشکرم دو عزیز. بیستید، شما به هم حق رأی ندارید. رأی گیری مجدد برای شماره 4. 2. شماره 4 وصیت. من وصیت کنم. من که شهروند بودم تو روند بازی. به نظرم تو شهروند بودی. این دو تا با هم مافیان دیگه. البته دو رأی هم می‌رفتم. نمی‌دونم چرا به من رأی دادی. این دوتا مافیا بودن، بازی تمومه. خسته نباشید. خسته نباشید، تموم شد بازی. بله. عیب شد. ولی من اعلامش میکنم. پشت صحنه همراه باش، خشایار عزیز. با اعلام من، شهر ما یک شب دیگر رو هم تجربه میکنه. دو روز من رو اذیت کردن، گفتم بین این دو چهار مافیاس هیچ کدومشون با هم بازی نکردن گوش نکردن. بفرمایید، بشینید آقایون، شب شده ماسکاتونو بزنید. گروه مافیا از خواب بیدار شن. نقره امشب یا بخوابن شیاد بخوابه، کاراگاه بخوابه، پزشک یک حق انتخاب بخوابه. والا من روز میشه و شهر بیدار. یک دور صحبت میکنید. 25 ثانیه بدون چالش از شماره 6 به اون سمت. ببین شماره 4 بازی بلند شد، منو شهروند کرد، خودش شهروند کرد، یک کرم شهروند کرد. تو دست شماره 5 دیدی داخل. چرا 5 شهروند هرچی هست بین شما؟ اون که بلند نمیشه مثلا اگه اون مافیا باشه اینجوری باش دیالوگ کنه بخواد بگه به اون میتونه مافیا باشه. تو دیروز بازی میگفتی 2 از نظر من قطعی تره. روز یک تا میزدی به شماره 10، شماره 3 تو بازپرسی هم رای دو روز یک داده بودی به این شهروند. برای چی فکر کردی رای دادی؟ یکو تو 4 تا هم میتونی بکنی. بله. ببین فرهاد، من به شماره 5 برایندم بهت بگم. 8 اتهام میخورد، من عدم تایید میدادم. بازپرسی بین دو تا شهروند که علنا کاری نمیتونستم بکنم. تمام بازی حتی واسه سر نمیخواستم ببینم، فقط به دست تو نگاه کردم. دیروزم دستت اومد بالا دست من بود. از نظر من دو مافیاس رای بده تمام. من گفتم اینجا پر مافیاست. اون ور رو ول کن. متشکرم، بفرمایید. من شهروند. اینجا پر مافیاست. خشایار حمایت اینو گرفت. من مافیای ذهنی اتهام اینو گرفتم. یهو رأی 4 رو پرپر استدلال اینو گوش بده. این تو 4 نفر رأی نمیدیم، تو 4 نفر رأی نمیدیم. واسه این شات بشینه تیر شب. شماره 1 چرا مافیاست؟ حالا
تو روزی که 3 روزه یک اشتباه کرده بود به 10 رأی خروج دادی که هیچ اشتباهی نداشته بود. نفر بعد تو بازپرسی رأی با تأثیرم داشتی. بفهم. شماره 6 روزه 1 من تو رو شهروند کردم دیگه. تازه تو یه پوینت منفی نسبت به من داری، به اون یه امتیاز منفی نسبت به من داری، رأی شهروند رو مساوی نکردی که اون بنده خدا نمایان شهروند بود، تو دفاعیش کشیدی زیرش بره. شماره 3 رو که نمیشد نگرداشت تو طول بازی. تو 4 تا رأی بدیم آقای هومان بره. اصلا نهایتش اینه بازی میبازیم هومان دیگه، به 3-4 تا شهروند رای هیچ کاری نکردی. رای گیری میکنیم. رای گیری برای شماره 6 بیستید. 1 بیستید. 2 5 بیا ببین دیگه، با این باید درست کنی دیگه. من نمیدونم این چیه البته، ولی با این فقط خراب میکنم. با این بازی تموم شد، دکور ما رو نزدی هنوز. بگیر آقا با این باید خراب کنی، با این نمیشه درست. چیو خراب کنی؟ هر چیو، فقط خراب میکنم. خب این دکور رو خراب کن، یکی جاش بسازی. خب دیگه تخریب میکنه دیگه، ساختنش رو کاری نمیتونیم. شماره 1 تک دفاع. ببین من به کدوم شهروند رأی دادم آقای فرهاد؟ 8 بار رأی من خارج شده توی بازپرسی. 2 تا شهروند اومدن با هم دیگه، من کلی فکر کردم من می‌خواستم رأیمو به این بدم، چون تو رو شهروند داشتم، نهم شهروند داشتم، با دست شما دو تا به اون رأی دادم. اشتباه کردم از اول بازی تو رو شهروند داشتم. خشایار علناً بلند شده بود میگفت 2-4 2-5 با هم مافیان. به نظر تو موزه 3 تا شهروند تو موزه بود، 2 تا شهروند. رأی گیری مجدد برای شماره 1. شماره 5 رأی بده. رأی میدم. رأی ندم. رأی میدم. کلا رأی میدم. شماره 1 وسیعت. شماره 1 هم میرفت تو 3 نفر، فکر نکنم کسی باش دست میده، اما 4 تا رأی دادم. نمیدونم، 2 رو رأی بدین بره بیرون. چرا آخه؟ مگه اینکه مافیا بوده باشی فرام؟ خسته نباشید شماره 1، ماسکتون رو سر جاش بذارید و پشت صحنه همراه باشید. آقا این بازی تموم شد، بیا برو با این دیگه درست کن دیگه. باتری نداره آخه این برداشتین رو برداشتین. روینتنه فراز، روینتنه میخواد شاد شه. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. صحبت نباشه آقا، ماسکاتون رو بزنید. تکیه بدید لطفاً، روح مافیا خوابی داشتن. شهر ما شکست خورد. کوچه کپ شماره 6. دوستان پشت صحنه تشریف بیارید. آقای صادقی شما هم به همراه مهمون عزیزمون به ما بپیوندید. بله به به، مهمون عزیزمون آقای علی کشیزاده عزیز، خیلی خوش اومدید. آقا همچینی شدیم. سلام و عرض ادب. عرض ادب. بله چیکار میکنید وسط برنامه؟ آقا جای مت کردنه، دکور خیلی طراح صحنه نداریم، تهیه کننده نداریم، شما اومدی اینجا. من عذرخواهی میکنم، ما داشتیم برنامه اش رو میگم، من باید یه خوش اومد میگفتم. شما افتخار دادید که تشریف آوردید، ولی میدونم که تحت تاثیر این آدمه. منم بیچاره کرده. چه خوبی آقا، از اون موقع گوش ندید به حرف شما، این همه رو بیچاره کرد. آخ ابزار آورد، لباسای منو عوض کرده. بیا درست، من خود شبو میدونم اومدم. بله این فقط تخریب میکنه. این بازی رو من نسبی دوست داشتم، با اینکه روزه 1 شهروند رو خیلی بد بودن، روزه 2 بد بودن، ولی باز یه نوسانی داشت که یه جاهایش آدم لذت می‌برد از بازی. شماره 10 اول از همه بگم چقدر خوب بازی کرد تو بازی، ارتباطات خوب در آورد، زیر فشار تونست خوب خودش رو در بیاره. ولی مهمترین نکته شماره 10 تو بازیش هم اینه کجا، اونجایی که فهمید 7 شهرونده، 7ی که داشت میدادش بیرون. پیدا کردن شهروندی که مسیرش اشتباهه خیلی کار سختیه و 10 تونست این بازی کار انجام بده. شماره 8 هم متوسط بود، به یه جایی مسیرش به مافیاها میخورد، ولی اونم تحت فشار بود متاسفانه. نسبی بخوایم در نظر بگیریم، آره مافیاها هم به نظرم خوب بازی کردم، به غیر از شماره 9 که
سناریوی خاصی، حداقل حس میکردم سناریوی خاصی برای روزهای آیندهش نداره، یعنی فقط تصمیمش رو گرفته یه شهروند رو خارج کنه و طرفش رو با همون ببنده. دو تا مافیای دیگه خوب بازی کردن از این دوام. نکته که راجع باز وجود داره اینکه به نظرم شهروند خودشون عملا خودشون رو به سمت شکست بردن. منطقی ترین کار وقتی تو وضعیت قرمزی که 8 نفر تو بازی هست، وقتی هنوز اطلاعات کامل تو بازی وجود نداره رأی ندادنه و صبر کردن برای رسیدن به 7 که شما رو 1 و 5 کار نکردم و دوباره ساده ترین و ابتدایی ترین کاری که یک شهروند باید تو بازی انجام بده که تو 4 تا رأی نده، ولی شماره 5 متاسفانه این کار رو نتونست انجام بده و بازی رو خراب کرد. و تحلیل اشتباهی که شماره 5 داشت راجع به محقق بازی بله. که فکر می‌کردش 7 مافیا بوده و 9 محقق بوده، ولی اون چیزی گفتش که مثلا 7 داشته خودش و یار فرضی مافیا ها جا می‌زده یه همچین چیزی گفتش، برعکسش بودش. شماره 4 و 1 4 داشت خودش و یار فرضی شماره 1 قرار می‌داده. تو باید اینجا به این مسئله اشاره می‌کردی که من توی 5 نفر یک، حالا چه اشتباهی کرد؟ من سودیامو بخوام بگم بعدش اونو بعد از سودیام میگم. شماره 2 8 10 که فکر می‌کنم این ستا رو با هم دیگه موافقیم. من بین 1 4 7 نظرم رو شماره 4ه. چرا؟ چون 4 به نظر من یه دونه سناریو داشت اونجایی که اومدش توی دفاع یه کاری کردش که بعد از خودش 1 از بازی بره بیرون، یعنی این سناریو رو پیاده کرد، همون چیزی که باید شماره 9 پیاده میکرد. شماره 9 هیچ سناریویی نداره، ولی شماره 4 یه پلن بی هم داشت برای برنامه آلو. که اگر یه همچین چیزی بشه چیکار بکنی، که خیلی قشنگ یک و یار خودش قرار داد و یک بعدش از بازی رفتش بیرون و برد. خب جناب علی آقای گل، خیلی زحمت کشیدین تشریف رو، ممنون که دعوتمون رو پذیرفتین، با افتخار در خدمتتون بودیم، امیدوارم که از دیدن رقابت لذت برده باشین. چی بود نظرتون راجع به بازی دوستان؟ پدرام که نذاشت من ببینم بازی چه جوری شد، چی کار میکنن. شهر باخت ولی حیف بود، کاش یه نقشه برنامه میریختن مافیا رو میتونستن، حیف این دکور و این فضا خرابش کنن، مافیا رو مینداختن بیرون، خیلی بهتر. حیف شد که خیلی متشکرم ازتون. بینندگان عزیز، این که یه بازی بود توی زندگی واقعی، برای رسیدن به هدفهاتون حتما نقشه و طراحی داشته باشین، اگر نداشتید حتما از یک طراح خوب استفاده کنید. چی میگم آقا؟ ارادت. بده من اینو بهت یاد بدم باش چه جوری کار میکنم. یاد نمیدونم کم دست تر. ببین اینجوری میگیری؟ آیسا اعصاب منو خرد کردی، ما اینو آوردی برای من دکور.